سرخط خبرها، ولسوالی های آبکمری و قادس بادغیس از کنترل طالبان بیرون شد. سرپرست وزارت خارجه طالبان و ترکمنستان رفت. و در اخیر دادگاه در آلمان افسر سابق اطلاعات سوریه را به حبس ابد محکوم کرد. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال وان اسمارت. برای آگاهی از اخبار روز کانال ما را سابسکرایب نمایید. و نقل از صفحه فیسبوک روزنامه اطلاعات روز، سرپرست وزارت خارجه طالبان و ترکمنستان رفت. اطلاعات روز، امیر خان مرتقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئتی از این گروه به اشقابات پایتخت ترکمنستان رفته است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در تویتر نوشته است این سفر روز جمعه 24 جدی به دعوت رسمی کشور ترکمنستان صورت گرفته است. بلخی همچنین نوشته است که مرتقی در جریان این سفر با مقام های کشور میزبان روی موضوعات جانبه از جمله تجارت، انرژی، مواد نفتی، خط آهن، پروژه های تاپی و تاپ و بورسی های آموزشی بحث و گفتگو خواهد کرد. همچنان به نقل از صفحه رسمی آماج نیوز، صالح ولسوالی های آبکمری و قادس بادغیس از کنترل طالبان بیرون شد. امرالله صالح در پیامی نگاشته است قیام مردم فاریاب در برابر طالبان امید نژاد افغانستان را زنده ساخته. واکنون دو ولسوالی بادغیس از وجود طالبان تصفیه شده است. طالبان در این مورد چیزی نمیگویند و همچنان تاجرین سروش روی صفحه فیسبوک خود در این مورد می نگارد امرالله صالح مردم در ولسوالی های آبکمری و قادس در ولایت بادغیس ساحه را از وجود گروه طالبان تفسیه نموده و کنترل امور را به دست گرفتند. به نقل از صفحات رسمی آماج نیوز و تاج دین سروش و همچنان در ادامه دادگاه در آلمان افسر سابق اطلاعات سوریه را به حبس ابد محکوم کرد. اطلاعات روز، دادگاه در آلمان یک افسر اطلاعات سابق سوریه را به حبس ابد محکوم کرد. پرونده ای که به گفته دبیر کل حقوق بشر سازمان ملل می تواند منجر به پاسخگویی سایر عاملان جنایت غیر قابل بیان جنگ شود، انور رسلان سرهنگ سابق وفادار به رژیم اسد که بعدا به آلمان گریخت و پناهنده شد. عقیده قاضی دادگاه عالی منطقه کوبلنز بر قتل حداقل 27 نفر شکنجه 4000 زندانی در یک بازداشتگاه در دمشق نظارت داشته است. این اولین بار است که یک مقام ارشد رژیم بشار الاسد به جنایت علیه بشریت محکوم می شود. در این حکم تاریخی جنایت راسلان علیه بشریت شامل 25 مورد آسیب بدنی خطرناک، 2 مورد تجاوز و اجبار جنسی، 2 مورد سوء استفاده جنسی، 14 مورد محرومیت از آزادی بیش از یک هفته و 2 مورد اختطاف ذکر شده است. میشل باجلی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل حکم را تاریخی خواند و گفت حکم امروز باید در خدمت همه تلاش ها برای گسترده شبکه پاسخگویی برای همه عاملان جنایت غیر قابل توصیفی باشد. مشخصه این درگیری وحشیانه است. این حکم به عنوان یک گام نمادین به سوی عدالت توسط بازماندگان شکنجه مورد استقبال قرار گرفت. روحام هوش یک زندانی سابق در بازداشتگاه الخطیب از 25 آوریل 2011 تا سپتامبر 7 2012 با شاکی مشترک در این پرونده گفت این روز این حکم برای همه سوری ها که از جنایت رژیم اسد رنج برده هم و هنوز هم رنج میبرند مهم است و ما نشان میدهد عدالت نباید برای ما رویا باقی بماند. فوریه گذشته همین دادگاه در کوبلنز ایات الغریب یک افسر رده پایین پیشین 44 ساله در سرویس اطلاعات سوریه را به اتهام کمک و مشارکت در جنایت علیه بشریت و 6 سال و 4 ماه زندان محکوم کرد. رسلان و قریب هر دو بر اساس اصل قانونی صلاحیت جهانی محاکمه شدند که تعقیب جرایم در کشورهای دیگر غیر از محل وقوع ممکن می کند. در ادامه دیدبان حقوق بشر در ارزیابی سالانه خود از حقوق بشر در سراسر جهان میگوید که اقدامات سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز فزاینده علیه اعتراضات غیر نظامی توسط رهبران مستبد و رژیم های نظامی در سراسر جهان نشانه استیصال و تضعیف تسلط آنها بر قدرت است.
سازمان حقوق بشر در گزارش جهان خود در سال 2022 اعلام کرد که رهبران خودکامه در سال 2021 با گردش شدید مواجه شدند. میلیون‌ها نفر جان خود را با رفتن به خیابان‌های خطر انداختند تا اقتدار این رژیم را به چالش کشیده و خواهان دموکراسی شوند. دیدبان حقوق بشر همچنین گفت که ظهور احزاب اپوزیسیون که در تلاش برای حذف دولت‌ها یا رهبران فاسد و سرکوبگر مایلند اختلافات سیاسی را کنار گذاشته و ائتلاف تشکیل دهند. نشانه دیگری از گرایش به سمت تضعیف حکومت استبدادی است. دیدبان حقوق بشر جمهوری چک که نخست وزیر آندری بابیش شکست خورد و اسرائیل که نخست وزیر بنیامین نتانیاهو پس از 12 سال قدرت در سال 2021 پایان یافت، از نمونه های ائتلاف مخالفت دور از انتظار خواند. ائتلاف احزاب مخالف نیز برای به چالش کشیدن ویکتور اوربان در مجارستان و رجب طیب اردوغان در ترکیه انتخابات آینده تشکیل شده است. کنت راس مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در مقاله در معرفی گزارش دیدبان حقوق بشر که وضعیت کشورهای سراسر جهان را تحلیل میکند، همچنین استدلال میکند که سرکوب فزاینده و شبه های انتخاباتی آشکار در کشورهای مانند روسیه و نیکاراگوئه باید به عنوان نشانه از ضعف نه قدرت دیده شود. و در اخیر آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل متحد گفته است که زمستان سرد و دارای منجمدهای شده افغانستان ترکیب مرگبار برای مردم این کشور است. با گفته او قوانین و شرایطی که مانع استفاده از پول در افغانستان برای نجات جان مردم و اقتصاد این کشور می شود با حالت تعلیق درآید. آقای گوترش در روز پنجشنبه 23 جدی در یک نشست خبری در نیویورک همچنین خواستار ایجاد راهکار شده است که تا بر اساس آن ذخایر ارزی افغانستان که در کشورهای خارجی با ویژه امریکا مسدود شده است آزاد شود. او گفته باید اجازه داده شود که از طریق بودجه بین‌المللی حقوق کارکنندان مالیات پرداخته شود و نهادها در افغانستان با ارائه رای مناسبت‌های بهداشتی، آموزشی و سایر خدمات حیاتی کمک کند. دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده است که راه اندازی سریع سازمان بانکی برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و فعال کردن عملیات برای بشر دوستانه ضروری است. او تاکید کرد که کارگر بانک مرکزی افغانستان باید حفظ و مسیر برای آزادسازی مسکوت ذخایر ارزی افغانستان خلق شود. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای آگاهی از اخبار جدید روز کانال ما را سابسکرایب نموده و اخبار جدید روز را به دست بیاورید. الله نگهدار و تا دیار دیگر بدرود.